هفته پیش گزارش شد که یک وکیل چینی به دلیل دفاع از یک تمرین کننده روش معنوی فالونگونگ با حکم یک دادگاه بازداشت شد. امروز نیز یک وکیل دیگر که وکالت یک تمرین کننده فالونگونگ را به عهده داشت، شدیداً توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفت. چنگ های در حالی که آثار جراحات روی چهرهش مشهود بود، گفت که 10 پلیس به او حمله کردند. این اتفاق در شهر دالیان در شمال شرقی استان لیاونینگ روی داده است. آنها با مشت و لگد به وی حمله کردند و لباسهایش را پاره کردند. این حمله در محوطه بیرونی ساختمان دادگاه دالیان و در حالی روی داد که چنگ به همراه یک وکیل دیگر ایستاده بود. پس از اینکه این دادگاه محاکمه 13 تمرین کننده فالونگونگ را ناگهان عقب انداخته بود، این دو وکیل پیگیر موضوع و خواهان پاسخ بودند. بنا به گزارش وبسایت وی کوان وانگ که پیگیر مسائل حقوق بشر است، این تمرین کنندگان فالونگونگ به این دلیل دستگیر شدند که تجهیزات دریافت امواج تلویزیون NTD را نصب کرده بودند. NTD تلویزیونی است که گزارش‌های را منتشر می‌کند که توسط مقامات حزب کمونیست سانسور می‌شود. حزب کمونیست چین از سال 1999 روش معنوی فالونگونگ را مورد سرکوب و آزار قرار داده است، به طوری که تمرین کنندگان فالونگونگ حتی اجازه درخواست کمک از دستگاه قضایی کشور را ندارند. چن به رویترز گفته است که این حمله نمونه بارزی از نادیده گرفتن و پایمال شدن قوانین چین است.